سلام عرض میکنم به تک تک شما دوستان یاران همیشگی کانال عضوید. بچه ها قول این ویدیو رو به خیلی از شما ها داده بودم، ببخشین که دیر شد، واقعا سرم شلوغ بود، ولی حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب بچه ها تو این ویدیو میخوام تمام مراحل مهاجرت متخصصین به استرالیا رو براتون شرح بدم. خب یه قسمت اول توضیح کوتاه میدم و بقیه شما رو از خود وبسایت‌های رسمی دولتی براتون میگیرم و بهتون نشون میدم. بچه ها متخصص مهاجرتشون کلن با بچه عمومی کاملا متفاوته. خیلی از بچه ها میپرسن که آقا مثلا ترینینگ ما، مدرک ما قابل قبول کاملا ریکگنایز میشه. این نیست که آقا به صورت کامل ریکگنایز بشه شما بیای اینجا، تو بعضی از کیس ها میشه، ولی بازم مثلا یه حدود یه مدت زمان یک ساله براشون ترینینگ پوزیشن میذارن. به این معنا نیست که شما میره از صفر شروع کن، نه وایمس کنار دست یک نفر خیلی هم بهتر هست، چون بخاطر اینجا بخاطر بحث لایبیلیتی و اینشورنس و لیگال شما حتما باید با پروتکل ها پروسیجرز ها اینجا آشنا بشین، مگر اینکه مثلا به غیر از ایران رفتین از کشورهایی که کامپیتنت پاس وی دارن، مثل ایرلند، مثل انگلستان، کانادا، آمریکا و این کشورها، مثلا نیوزیلند، اونجا آموزش دیدین، اونجا رجیستر شدین، فولی کوالیفاید شدین، و اگر به این مثال باشه شما بدون هیچ موردی شما وارد استرالیا میشه از طریق نان کامپیتنت پاس وی و ادامه کارتون رو داخل استرالیا انجام میدید. خب بچه های متخصص، بچه ها کلن روششون متفاوته. خب اول از همه که مسیر ورودی یک سنس است، از طریق AMC هست، باید وارد بشن، ولی AMC فقط اکانت میتوزن ویریفای میکنن و بعد به سمت کالج های مختلف خودشون میرن. حالا یه سوال قبل از اینکه بهتون میگم، چون همه رو ویدیو گرفتم با کل جزئیات براتون توضیح میدم، بعضی از بچه ها به من میگن که اصلا چرا بیام استرالیا برای تخصص، آمریکا بهتره، یا بهشون میگن آقا برای تخصص استرالیا نیو، یا میگن کلا خیلی از این حرفا در مورد استرالیا میزنن. ببینید بچه ها تو استرالیا ترینینگ پوزیشن ها برای اسپشالتی نه زیاد نه کم، خب یعنی اینا یک کپشه میدن، یک کپی میذارن هر سال برای هر کالج، برای هر ورودی، برای هر منطقه، ولته که نمیخوان مارکت مثلا مثل ایران این دفعه اوور سچوریتد بشه، یعنی بیش از اونی که مثلا هاسپیتال یا پرکتیس برای کار کردن هست پزشک وجود داشته باشه و یک گپ اینجا اعمال بشه، همشه میخوان این را نگه بدارن. نکته دوم اینه که بچه ها تو استرالیا خیلی فوکس بر اساس پریونتیتیو مدیسن هست، خب و برای همین خیلی فوکس روی جی پی ها هست و این خیلی جی پی کلینیک ها هست که خیلی تقویت میشن و فول مدیکال ریبیت میگیرن، مدیکال ریبیت کامل میگیرن که مریض بدونش پرداخت پولی میره خدمت جی پی و اونجا جی پی بیشتر اینیشال کانسالتیشن انجام میده، فالوآپ میده، تریتمنت پلان رو فالوآپ میکنه و کیر منیجمنت انجام میده و پریونتیتیو مدیسن هست و این اتفاق میفته و جی پی ریفر میده به اسپشالیست برای دیاگنوزیس، فرد دیاگنوزیس یا حالا هر داستان دیگه، یعنی و جی پی قدرت این رو داره که بعد از اینکه یه authority number یه prescription خورده الان بتونه هر گونه تغییر رو دیسپرون prescription بده و بتونه مثلا ریپیت کنه prescription برای شما. برای فوکس خیلی روی preventative medicine هست و تو استرالیا تا specialty. نکته دومی که وجود داره بچه ها، میگم سر اون ریبیت اسپشالتی هست. خب برای تخصص چون سیستم سوشال هست، ریبیتی که برای اسپشالتی میخوره، خب یه اگه کسی بخواد با مدیکر کار بکنه خب یه ریبیت مشخصی هست و اون ریبیت شاید خیلی از بچه ها متخصص بگن خب آقا من این عدد رو نمیخوام، میخوام بیشتر، خب اونا میرن پرایوت شروع میکنن کار کردن و وجود داره و برای همین خاطره که یکم دسترسی به اسپشالیست استرالیا و سیستم سوشال خیلی لیمیتد هست، یعنی شما ریبیتی که از مدیکر میگیرید به ماکسیمم 40% مبلغ اون کانسالتیشن باشه، حالا بستگی داره که حالا چه آیتمی برای شما رو مدیکر رد بشه. خب پس این یه بحث دیگه. بحث دیگه ای که وجود داره برای بچه‌ها که مثلا میخوان بیان به جای استرالیا، مثلا میخوان برن بین آمریکا و استرالیا دیگه دارن نگاه میکنن، بچه استرالیا کلا ترنینگ سیستمش خیلی یونیکه برای خودشه، یعنی شما برای هر کالجی میخوان اقدام بکنی زده که آقا شما چه روتیشنایی برای رفته باشین و بعد چیا رو ازت قبول میکنن و این دیتیلز چکم متفاوته. مثلا تو دورانی که من خواهش رو تحصیل میکردم، ببینید من
هلوش حدود یک سال نیم دو سال تو ایلاوارا کنسر کیر سمت بولنگونگ داشتم حالا روتیشن های مختلف میرفتم، رادیشن آنکولوژی میرفتم، سرجری میرفتم و حالا قسمت های مختلف رو دارم میرفتم و مثلا 40% که اصلا حالا 30-35% 40% که روتیشن های امرجنسی میخوره، ولی خب قسمت های مختلف هست و شما باید برای خودتون ترینینگ پوزیشن و ترینینگ پلان بسازید. anyway نمیخوام بحث طولانی بشه، یعنی بچه ها یه سری تفاوت هایی توی این قسمت هست در مورد زندگی و لایف استایل هم هست بچه ها. یعنی یه استرالیا خب جی پی ها خیلی کامفورتبل تر هم بابونه لایف استایل تا اسپیشالیست، خب حالا اسپیشالیست درآمدش خیلی بالاتره، یه جای مثلا تا دو برابر مثلا عمومی ها هست، دو برابر سه برابر عمومی ها میشه و خب هرچی به سمت سرجری برن بالا بیشتر میشه، ولی خب لایف استایل جی پی ها خیلی بهتر میشه. مثلا من پزشکی میشه سال خودم که رتبه یک خیلی رتبه بالای زنان رو در ایران داشت و این خانم اومد اینجا با اون جی پی شروع کردن، خیلی هم هپی داره میره جلو و میگه نه من اوکی هم، همون کاری که برای بیمارم میتونم بکنم اون یه جی پی دارم انجام میده و دقیقاً هم همینه، میتونه اون کار رو انجام بده مگر اینکه حالا اینجا به یه اسپیشالتی ادوایس نیاز داره، یه فرد داگنوزز یا چیز دیگه احتیاج داره که اون قضیه یا کامپلیکیشنی وجود میاد که بعد از طریق اسپیشالیست یا تریتمنتی که شما انجام داده اسپیشالیست و جی پی فالوآپ کرده ولی تریتمنت جواب نمیده، جی پی الان نمیتونه تریتمنت جدید ادوایس بکنه، حتی برای اسپیشالیست ادوایس بکنه. خب بچه تا اینجا تفاوت‌های براتون گفتم و باقی مسیر رو میخوام از طریق خود ویدیو براتون فیلم بگیرم و بذارم، یه توضیح کوتاهی براتون بدم. بچه ها برای اسپشالیست شما دیگه آزمون خاصی ندارید، خب بسیاری تو چه مرحله از اسپشالیستتون هستی، خب اگر شما دستیاریتون رو تمام کردین وسط دستیاری هستی تو کدوم مرحله قرار داری، ولی اگر شما به عنوان فولی کوالیفاید اسپشالیست در مملکت خودتون داری شناخته میشین، اینجا فقط یه بررسی اساس مدرکه و بر اساس اون روتیشن و کاری که کردین شما لول بند میشه، یا شما برای اون کالج جوان تخصص مورد قبول واقع میشین یا به طور کامل مورد قبول واقع میشین یا به صورت حالا پارشال یعنی ناقص مورد قبول میشه که ترینینگ میخورین، مثلا به شما یا میگن اصلا قبول نمیکنیم نمیتونی وارد این تخصص بشی اینجا، ما ترینینگ شما خوندی را قبول نداریم، یا اینکه میگن شما 12 ماه بعد بیای ترینینگ، بعد 18 ماه بیای ترینینگ، بعد 30 ماه بیای ترینینگ. کالج به کالج متفاوته، بعضی از کالج ها اینترویو میذارن براتون، بعضی از کالج ها یه آزمون تئوری هم ممکن ازتون بگیرن، بستگی داره بچه‌ها، بستگی به اسسمنت داره، مثلا شما کیستون اسس میشه میان پارشالی اپروبتون میکنن، هم اینترویو میذارن هم اگزمینیشن میذارن. اگر هم اگزمینیشن بذارم بچه ها تمام هندبوک ها موجود هست، دیتیلش رو هم هست، میتونید باشون تماس بگیرید. یه خوبی که تخصص نسبت به اون میداره چون بچه ها ورودی هایی که دارن کمه و تعداد اپلیکنت ها خیلی کم تر از جی پی، بیشتر وقت میذارن و ریسورسش براش هست، ریسورسش هست تا جی پی. خب بچه ها اینا یک توضیح خیلی کوتاهی دارم براتون چون بحث اسپشالیست خیلی بحث مفصلیه، علتی هم تا رو ویدیو نگرفتم چون هر کالج متفاوته، گفتم یه ویدیو عمومی براتون بگیرم و بهتون معرفی کنم کجا باید بریم و چه لینک هایی بخونین و چه فعالیت هایی بکنین و باقیش رو میتونی از ادامه ویدیو رو براتون فیلم گرفتم و باقیش رو میتونی اونجا با من همراه باشید، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام مجدد به همگی. خب بچه ها اولین سازمانی که شما باید سر کار دارین چه عمومی چه تخصص AMC است، Australian Medical Council است. AMC آمده وبسایتش جدید کرده بچه ها، یوزر فرندلی تر شده، دسترسی به اطلاعات بیشتر شده، خیلی بهتر شده. خب برای چه عمومی چه تخصص شما اول باید از اسسمنت ها رو از AMC شروع بکنید که AMC براتون توضیح میده که چه برای اسپش استاندارد پاسوی جی پی یا برای اسپشیالیست پاسوی باید از طریق خود AMC اقدام بکنین و وارد سازمان شین و اکانت بسازین و ادامه راه رو از طریق AMC و آسترالیا مدیکال بورد ادامه بدین. خب بچه تا هم اطلاعات اینجا من قبلا براتون فیلم گرفتم برای عمومی، فلو چارت ها هست میتونید بخونید بر خودتون و در واقع اینجا سه مسیری که باید انجام بدید که این که اکانت رو بسازین، اپیک رو بگیریم و آیدنتیتون رو کانفیرم بکنیم. بچه‌ها خیلی راحت هم میتونید دانشگاهی که درس خوندنش رو وریفای بکنید. من دارم اکثر بچه‌ای که چه دولتی خوندن چه آزاد خوندن دانشگاهشون مورد قبول هست و اینجا به راحتی میتونید کلیک بکنید و دانشگاهتون و تایتل و گریجویشن همه چیتون رو میتونید اینجا وریفای بکنید و به خاطر جمع بریم مثلا حالا این پولو بدین و اکانت بسازین دنبال اپیک بگردین و از این ماجراها. اینجا هم که دقیقاً گفته اول بعد اکانت بسازیم بعد به قول معروف دانشگاه
مدار که پزشکیتون رو وریفای بکنید و بعد هم که آیدنتیتی رو وریفای میکنید که فقط پاسپورت اینا رو میذارید و همه چی براتون وریفای میشه و ادامه مسیر رو با ما همراه باشید. خب اینجا وارد استرالیا مدیکال بورد میشه، مدیکال بورد میشه افراهم نظام پزشکی استرالیا میشه. خب بچه اینجا اسپشالیست پسورد داره بر ما توضیح میده که اصلا کل داستانش چیه، مدرک شما چه سازمانایی بعد مورد تایید قرار بدن که استرالیان مدیکال کانسیل هست که بعد دانشگاه شما تو لیست AMC باشه و تو لیست World Director of Medical Schools قرار گرفته باشه. خب شما اول مدارک را وریفای می‌کنید از طریق AMC و همون اکانت اپیک رو می‌گیرین، شماره اپیک رو می‌گیرین برای کارتون و بعد وارد اسپشیال پسورد می‌شید. خب بچا اسپشیال پسورد دو راه داره، یه اسپشیال ریکگنیشن داره، اسپشیالیست ریکگنیشن داره، یه ایریا اف نید داره. خب اینجا قشنگ براتون زده که داستانش به چه قرار هست. شما از طریق کالج‌های مربوطه اقدام می‌کنین و بعد از ساختن اکانت اونا خودشونتون میگن چه کالج‌های بعد برین اقدام بکنین. اون کالج‌ها مدارک شما رو بررسی میکنن بر اساس سابقه شما، همه اونا رو بررسی میکنن و بعد از اون کالج هست که تصمیم میگیره که شما الان باید چه اتفاق براتون میفته. شما ریکوگنایز میکنه باید ترینینگ بگیرین، باید ورک بیس اسسمنت ترینینگ بگیرین، اگزامینیشن بدین و تمام این داستان ها رو باید براتون خود کالج معرفی میکنه. نسبت به روتیشن هایی که رفتین، ترینینگ هایی که داشتین، سابقه کاری که دارین، ریکامندیشن ریتلای که دارین، سی وی که ساختین، مقالاتی که دادین بیرون، ریسرچ هایی که دارین، همه اینا رو کالج به هم در مد نظر قرار میده. حالا ایریا اف نید چی از طریق مسئله بیمارستانی است. اگر شما الیجیبل نیستین بچه ها میتونید برید از طریق اینجا به صورت نان کریدیت رجیسترار اکسپوژر بگیرین و ترینینگ بگیرین، باید اد یور اون کاست. کاست یعنی هزینش با خودتونه اینجا. و این مسیر هم بدونی که بچه این مسیر اصلا به اسپشیالیست ریکگنیشن ختم نمیشه. همچنین اینجا هم بچه به راحتی بچه میگه که این مسیر توسط دولت مشخص میشه مکانها و کالج و خود ایمسیش نقشی در مسیر ندارن. خب اطلاعات دیگر هم اینجا براتون زده و میریم. میریم جلو سراغ اسپشیالیست ریکگنیشن. خب بچه اینجا کل دیتیلز داستان رو براتون توضیح میده که شما اول چی کار میکنین و بعد از اون چه اتفاقی میفته. خب همونجوری که قبل ویدیو بهتون گفتم سه تا لول دارین، یا نان کامپریبل که اصلا مورد قبول نیستین، یا سابستانشیالی کامپریبل یا پارشیالی کامپریبل. اینا خود کالج مد نظر قرار میده و مشخص میکنه براتون که تو کدوم لول شما قرار میگیرین برای اسپشیالیست پسوی و ریکگنیشن و نسبت به اون براتون اسسمنت میخوره، ترینینگ میخوره، نمیدونم اگزامینیشن میخوره و هر کالجی واقعا مسیرش متفاوته. بچا اینجا فلو چارتش رو نوشته. اگه شما نان کامپریبل شدین که هیچی دیگه، شما باید برین دوباره اون ریکوایرمنت ها رو به دست بیارین. قشنگ فلو چارت براتون نوشته که باید برین حالا از طریق همون نان اکرید رجیستر ایریا اف نید جای دیگه اکسپوژر بگیرین، ترینینگ بگیرین و این طرف فلو چارت هم براتون قشنگ اطلاعات رو کامل نوشته که اگر شما وارد این مسیر شدین، خب اگر اومدین حالا پارشالی یا به صورت سابسکوئنت اومدین وریفای شدین و ریکاگنایز شدین، مسیر چیه. شما باید یه ایمپلمنت آفر بگیرین، وارد بشین، وارد اون پروگرام MBA بشین و ترینینگاتون رو پس بکنیم. بعد از اونها بعد از کالج سرتیفیکیت کامپلیشن اف رجیستریشن رو بگیرین و بعد از اون برین دوره به اپرا اقدام بکنین و به قول معروف جنرال رجیستریشن رو بگیرین و به عنوان اسپشیالیست ریکگنایز بشین داخل استرالیا. پس در واقع یه لیمیت رجیستریشن اول MBA به شما میده، مدیکال بورد اف استرالیا به شما میده و بعد از اون که ترینینگ ها رو گذروندین دوره اقدام میکنید به MBA برای گرفتن فول رجیستریشنتون و به عنوان اسپشیالیست استرالیا شناخته میشین و میتونین فعالیت بکنین و کارتون رو ادامه بدین. بچه ها پروسه زمانی لیمیت رجیستریشن جنرال رجیستریشن اینجا هم مثل دقیقه همون جی پی میمونه و زیاد تفاوت خاصی نداره، فقط تایتل ها فرق میکنه. خب بریم برام این قسمت خیلی مهم. خب بچه ها این لیست کامل تمام مدیکال اسکول های استرالیا هست که برای اسپشیالتی با شما فعالیت میکنه. خب و این خیلی پیج مهمیه. این لینک، خب تعداد لینک ها زیاده، من نمیتونم رو تک تک کلیک بکنم و براتون بگم، ولی خب همونطور که میبینین برای بیهوشی ها را داره، سرجران را داره، برای دنتال ها را داره، برای جراحی زیبایی را داره، اورولوژیست ها را داره، ارتوپدیکس ها را داره، سرجن ها را داره. ولی خب مثلا یه سری اسم رو باید بدونیم، مثلا استرالیان رویال آف فیزیشنز، خب کالج آف فیزیشنز معروف به اینترنال مدیسن میشه. خب این برای جی پی ها هست، اما آر ای سی جی پی اینجا لیست شده و میتونید وارد وبسایت ها بشین و تمام اطلاعات براتون نوشته شده، یک به یک میتونین فالو بکنین.
یا حتی مثلا برای سرجن ها، برای اکسرسایز فیزیشنز، اسپورت ان اکسرسایز فیزیشنز، برای تمام کالج های مختلف را نوشته، برای رادیولوژیست ها را نوشته. این کالج اف فیزیشنز اینجا بچه ها، برای بچه های اینترنال مدیسن هست و سایکیاتریست، همه را اینجا براتون نوشته. اونا که رادیولوژی میخوام بخونن و برن کالج مربوطه خودش اقدام بکنن و تمام اطلاعاتش. و واقعا بچه ها اسسمنت ها کامل متفاوته، کالج با کالج متفاوته. بعضی کالج ها آزمون میگیرن، بعضی ها نمیگیرن، بعضی ها مصاحبه میگیرن، بعضی ها فقط اسس میکنن. حتی بعضی از اونها بچه ها اصلا شما ترینینگ هم نمیخوان، فقط اگر شما فولی کوالیفاید بشین تو کشورتون و ترینینگ ها رو پاس کرده بشین، خیلی راحت مستقیم ریکوگنایزتون میکنن، خب، و دیگه نیاز نداری که شما بخوام. ولی خب بچه ها، اونا که میخوان برن اکثرا سرجری یا اینترنال سرجری یا جراحی عمومی یا هر چیزی، بعد از کالج مثلا سرجنز رد و وارد بشه. و اونم که استرالیان مدیکال اسوسییشن هست بچه‌ها، که کلا همه اینها رو یه اوربادی هست و اینا رو اوورلوک میکنه و شما جوینش خواهید شد. یعنی اینا بدونی که همزمان شما باید جوین یکی دو تا از این کالج ها باشین نسبت به دیگری که دارین میخونین و کاری که دارین میکنین، و بعد اینو تو نظر داشته باشین. خب بچه‌ها، وارد اسپشیالیست ترینینگ پروگرام میشیم، STP، که توسط خود دولت انجام میشه. و خب بچه‌ها، این برای ریموت ایریاز و ایریا اف نید هست که انجام میده. و اینجا من خدمتتون توضیح داده بودم قبلا در مورد این پسوی و این داستان ها که باید چیکار بکنیم. بس از AMC الان وارد شدیم به مدیکال بورد آف استرالیا و الان داریم اسپشیال ترینینگ پروگرام های به قول ما ایریا آف نید را نگاه داریم میکنیم که داستانش چیه. خب اینجا داره برای ما توضیح میده مورد پروگرام چی هست و چه چیزهایی شاملش میشه و چه ترینینگ هایی داخلش هست و چه مکان هایی انجام میده. و داره اینجا میگه که لیست تمام مدیکال کالج هایی که دارن این قضیه رو ارائه میدن چیه. 920 تا ترینینگ در کل استرالیا وجود داره و در مناطق دوردست حتی مثلا 100 تا پروگرام بیشتر وجود داره. تمام اینها رو داره بهتون میگه و هدف این پروگرام رو براتون داره میگه، اینکه این پروگرام چجوری کار میکنه، سالیانه حقوق چقدر هست. مثلا 105,000 دلار شما سالیانه حقوق میگیرین برای ساپورت لودینگ، برای اینکه مثلا میرین قسمت رورال یعنی خارج شهر، 25,000 دلار بیشتر میگیرین. اگه پرایوت هاسپیتال کار بکنه، اون پرایوت هاسپیتال یه الاونس 30,000 دلاری میگیره سالیانه برای ترین کردن شما، اینکه وقت میذاره، حالا یک نفری سوپروایز میکنه شما را. و تمام اینها رو براتون توضیح میده، چه کسانی این ترینینگ ها رو دلیور میکنن، همه رو اینجا برای شما توضیح داده توی این لیست. و تمام اطلاعات مربوط به این قضیه اینجا هست برای کسانی که میخوان از طریق ایریا اف نید یا اسپشیالیست ترینینگ پروگرام اقدام بکنن. خب اینم که لیست تمام کالج هایی هست که میتونید از طریق اسپشیالیست ترینینگ پروگرام اقدام بکنید و برید داخل اینا ترین بشین. نه تنها شما تو این مدت دارین پول میگیرین به عنوان رجیسترار، بلکه شما دارین ترین هم میشین و تمام آپشن ها رو هم دریافت میکنه. خب یه اسم لیست تمام کالج ها بچه اینجا هست براتون، میتونین کلیک بکنین وارد لینکاش بشین و اطلاعات دیگر بخونین. چون ویدیو طولانی میشه من توی همش کلیک نمی کنم. این هم که یه فریمورک اینجا هست براتون زده، الیجیبیلیتی ها را زده بچه ها براتون که کیا میتونن وارد این قضیه بشن. و از موناچ MM2 تا MM7 هست، برای مناطق خارج شهر هست. و این MM2 و MM7 هم باشه گولتون نزنه، جای خاصی نیست. حالا برای ایالت های مختلف مثلا برای تزمنیا داستان مختلف خودش داره. و هم یک سری لینک های دیگه هست بچه ها که میتونین قشنگ ببینین و یک سری کانتکت نامبر هایی هست که میتونین مستقیم باشون در تماس بشین، ایمیل بزنین، سوالاتتون رو بپرسین و حتی رجیستر کنین برای این داستان. و میبینین که این اطلاعات همه 5 اپریل 2024 آپدیت شده و آخرین اطلاعات روز استرالیا هست. بچه این لینک خیلی خیلی مفیدیه برای استرالیان گاورمنت هست. و همینجور که میبینی بچه لینک هایی که دارم به تو معرفی میکنم و تبایی که توش میرم تمام لینک های دولتی هست. خواهشم گیر دست مش دلال نیفتین. یا من میرم رو یوتیوب، سر آدم اومدن دارن کانال میزنن و دارن تبلیغ خودشون رو میکنن و ترینینگ میفروشن و هزاران دلار دارن پول میگیرن. به هیچ کدوم من احتیاج نداریم بچه، راحت میتونین با هر کدوم از این کالج ها در تماس بشین و براتون انجام بده. به عنوان مثال من الان کلیک میکنم تو رویال استرین کالج آف
رادیولوژیست، آنکولوژی رادیشن آنکولوژی، چون خودم سرطان خوندم، روی این قضیه براتون یه توضیح مختصری میدم. خب بچه ها، اگر روی این مینی وقتی وارد میشین، کلینیکال رادیولوژیست میزنه، داگنوستیک رادیولوژیست میزنه، همه هست براتون، برای رادیشن و تمام دیتیلز و تمام اطلاعات براتون موجود هست. اگر بریم تو رادیشن آنکولوژی میبینین که ترینینگ پروگرام ها هست، لرنینگ آوتکام ها هست، ترینینگ اند ترن ریکوایرمنت ها هست، اگزامینیشن ها هست، همین تمام داستانی که بیکامینگ فلور هم براتون نوشته که مثلا شما باید پی جی وای 3 باشین، تو پی جی وای 3 چه روتیشن های گذارنده باشین، چه واردای را کار کرده باشین، اگزامینیشن ها کامل براتون توضیح میده که چه اگزام های آزمون هایی داره، آزمون مرحله 1، آزمون مرحله 2، تمام دیتیلز هاش هست، آزمون هاش هم تمام جزئیاتش هست، منابع سال قبل هست، ریویو ها هست، همه را میتونید بشینید، آتکام سامری ها هست، میتونید بشینید بخونید، وقت بذارید و با تمام اینا آشنا بشین. ترنینگ پروگرام ها هست که تمام دیتیلز رو بهتون میگه که مثلا بین 18 تا 30 ماه ممکنه طول بکشه این ترنینگ پروگرام و فیز 1 و فیز 2، همه را براتون بچه‌ها اطلاعاتش اینجا موجود هست و میتونید تمام دیتیلز را با جزئیات در بیانی از منابع رسمی. پس خواهشن گره دستمش دلال نیافتیم به سر آدم که چه اطلاعاتی ندارم و میخوام پول شما رو بگیرن و حالا به سرمنظر مقصودم میرسونن تو، ولی اکثر کار خودتون انجام میده. خب بچه ها، اینجا میبینید که تمام اطلاعات دیگه اینجا براتون موجود هست. خب بریم کالج آف سرجنز، چون خیلی از بچه های تخصص با این کالج آف سرجنز سرکار خواهند داشت. خب هم بالا ترینینگ پروگرام رو که بزنین، ببینید تمام اطلاعات رو برای شما نوشته که بخواین وارد قضیه سرجری بشین و ببینین که سرجیکال اسپشالتی ها که اینا کاور میکنن چیه. خب اسکرول دان میکنیم، الان میبینیم که اطلاعات شد. ببینید تمام بچه های جراحی عمومی، کاردیو، نورو، ارتوپدیک، پیدیاتریک، تمام اینا، هدنک، تمام پلاستیک ریکانستراکشن، واسکولار سرجری، تمام اینا شامل این کالج میشن بچه‌ها. مثلا شما اگر میخواین شاید حتی مثلا میگه برای جراحی فک و صورت انجام میدین یا زیبایی انجام میدین، هم باید کالج اف رویال کالج اف کازمتولوژیست باید عضو بشین و هم جنرال سرجری، یعنی باید این ببخشید استرالین کالج اف سرجنز، یعنی باید جزء دو تا کالج باشه. بچه‌ها ببینید که تمام اطلاعاتشون هم دارن، تو هر فیلدی که کلیک بکنین اسم، ایمیل، تماس، همه را دارن برای آدمایی که مسئول این قسمت هستن، دارن منیج میکنن و ادمین این قسمت هستن، میتونن راحت بهشون تماس بگیرین و تمام اطلاعات بپرسین. برای ارتوپدیک سرجری هم همینطور، اگر زنگ بخواید ببینین تمام اطلاعاتشون هست. پس لازم نیست شما پول علکی به کسی بدین که کارا براتون بکنه، تمام اطلاعات برای شما قابل دسترس هست، راحت میتونین تو اگزامینیشن کلیک بکنین، برای ریکوایرمنت ها، ترنینگ پروگرام ها کار بکنین و همه اینها را برین جلو و ببینین چه اطلاعات داخلش هست. و بچه ها اینم که سرجیکال ادویکیشن اند ترنینگ پالیسیز ها هست، هم پروگرام ها هست که دارین میبینین که برای کامپیتنسیز خیلی مهمه که آقا شما باید چه ادویکیشن و ترنینگ گذارنده باشین که بتونین کامپیتنت بشین. تمام لیست ها بچه ها اینجا هست براتون، کالج های مختلف وجود داره که میتونین توش کلیک بکنین و وارد بشین و همه اطلاعات دسترسی داشته باشین. پس دوباره تاکید میکنم کارا خودتون انجام بدید، نیاز نیست به کسی دسترس داشته باشین، پول علکی بخواین به کسی بدین، همه چی مشخصه، تمام اطلاعات و دیتیلز، کانتکت نمبر، ایمیلشون، همه اینجا واسه شما وجود داره برای تمامی رشته های تخصصی که میخواین شما وارد استرالیا بشین و ادامه تحصیل تو این قضیه بدین. خب بچه‌ها، ممنون که ویدیو رو با من همراه بودین. پس دوباره مرور کنیم با هم دیگه. اسپشیالیست پس وی دو قسمت داره، اسپشیال ریکگنیشن داره و ریاف اف نید داره. من اینا رو برای تو هم رو توضیح دادم. اول استپ از طریق خود AMC هست که وارد میشه، اکانت خودت رو میسازین و ادامه ماجرا از طریق MBA ادامه میدین و کالج مربوطه برای ترینینگ و اسسمنت. خب بچه ها، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین، امیدوارم که براتون مفید باشه، بوده باشه و سوالات هر چی دارین کامنت بکنین، وقت بکنم براتون جواب میدم. ولی خب بچه ها، واقعا همه اطلاعات آنلاین هست، خیلی از سوالاتی که از من میپرسین روی خود کالج ها نوشته شده. به این AMC میتونین سر بزنین، اکانت بسازین و کاراتون رو انجام میده و کالج‌های دیگه هم هستن، کانتکت دیتیلز هستن، ولی هر جایی کمک کرد دستم بر بیاد در خدمتتون هستم. بچه اگر ویدیو براتون مفید بود حتما با دوستان خودتون به اشتراک بذارین و بفرستین طرف اون طرف تا هر کی میتونه ببینه این ویدیو رو. ممنونم، خدافظ.